بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بالاخص دوستان عزیز خلافکار. خب البته همه ما ها میدونیم که آدم ها گاهن از نداری و بدبختی و گرفتاری است که دست به کارهای خلاف میزنن و از قدیم هم گفتن که آدم خلافکار دین ایمان ندارد. خب حالا این یعنی چی؟ خدمتتون عرض میکنم. اولا فکر نکنید که خداوند شما را فراموش کرده. شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد، اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. اینقدر به فکر راههای در رو نباشید. خب خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست، خدای آدمهای خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمی گذارد. فی الواقع خداوند عند لطافت، عند بخشش، عند بیخیال شدن، عند چشم پوشی و عند رفاقت هست. رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می دهد. اگر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت دزدی نمی کنند، ولی متاسفانه بعضا آدم ها تکفری می کنند و این بد روزگار است. بایستی ما یه فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم. اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن، و این تنها راه رسیدن به خداست که بسیار مهم است. من قصد نصیحت ندارم، چرا که فایده ای هم ندارد و اصلا به زور هم نمی شود کسی را وارد این است که آدم باید اصلا تن بذارید با این شعر من جمله رو تمام بکنم. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت. نه فقط تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.